خب دوستان سلام عرض میکنم، ما در کلاس مشاوره گروهی مقطع کارشناسی ارشد هستیم و یکی از سوالاتی که در کلاس مطرح شد رو دانشجوی عزیزمون قبول کردن که عنوان بکنن تا به این مسئله با هم بپردازیم. در خدمتتون هستم. سلام باشین. عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز. در مورد کسی هستش که یه پسر بین 8-9 سال هست که برای دستشویی رفتن به شدت مقاومت میکنه و باید به اجبار والدینش دستشویشو بده. از شما راهنمایی میخوام. یعنی هم در خصوص ادرار و هم در خصوص مطفوعش این حالت هست یا یکی از این ها؟ در خصوص مطفوعی یه مقدار مقاومت نشون میده، سرشو با مسائل مختلف گرم میکنه، میشه فیلم نگاه میکنه، بازی میکنه و حتما باید یک اجباری باشه. بله، تمام تلاشش رو میکنه که ثابت کنه که دستشویی نداره و نمیخواد بره. بله، شما براش خیلی سخته. همواره شما سعی میکنی که همه چیزو به اون دیکته کنی تو زندگی؟ بله. بکن نکن زیاد داری؟ بله، حتی برای نشون نوشتنش هم باید بالا سرش باشم که حتما درست رو بنویس. البته الان یه جوره لباس افتاده ولی باید هم باره سرش باشم. اصلا لباس چی بپوشی؟ چی نپوشی؟ این بد نمیاد؟ الان سرده باید اون یکی بپوشی؟ این رنگ با این ست نیست؟ بله، خیلی دوست داره که تو ارتخابش یه جوره استقلال داشته باشد، ولی جاهایی پیش میاد که مثلا بهش میگم الان برو یه شلوار مناسب بپوش، میره شلوارک میپوشه هوا هم سرد هستش. بعد میگم چرا اینو پوشیدی؟ میگه که خب مگه اینو خوب دوست داشتم، قشنگ میپوشیدم. من باید براش توضیح بدم که الان هوا سرده، امکان داره که تو سرما بخوری، بهتر اینه که شلوار مناسب این فصل بپوشی. یعنی بهش اجازه نمیدی که اون استقلال خودش داشته باشه و بدین ترتیب تو مدل‌های مختلف سعی میکنه که باهات مخالفت بکنه که بهت بگه من هستم یا نه گفتن رو داره تمرین میکنه و نهایتش داره توی حالا دستشویی رفتنش نشون داده میشه. این طرف قضیه که باید سعی بکنی که من قبلش آزادی بدی که خودش مسائل خودش رو انتخاب بکنه که فرد بزرگترم که میشه همش وابسته به شما نباشه که نتونه امور زندگیش رو رله بکنه یا برای توی تصمیمات مختلف بتونه خودش تصمیم بگیره. این یه قضیه. حتی تو درسش هم اجازه بده اشتباه بکنه، بره تو مدرسه معلم خودش اون موردی رو که اشتباه کرده بود به اون تذکر بده، نه اینکه بخوای همش انگار که مواظبی که اون اشتباه نکنه. متوجه هستید؟ بعضی وقتا ما باید اجازه بدیم که بچه‌هامون این اشتباهات رو بکنن تا بتونن مستقل بار بیان، بتونن مسئولیت کار خودشون بپذیرن و یاد بگیرن که انتخاب بکنن، بفهمن که در زندگی راه حل‌های مختلفی وجود داره. هر کدومش رو که من انتخاب بکنم، اون انتخاب من باعث میشه که مسئولیت اون رفتار رو باید من بپذیرم و یه عواقبی داره. یعنی تو داری اون رو با عواقب اون کار آشنا میکنی، اینطوری از این به بعد اون دقت میکنه که اگه میخواد تصمیم بگیره تصمیم آگاهانه تری بگیره، نه اینکه منتظر میشه ببینه مامان چی میگه اون انتخاب رو داشته باشه و کلن به دنیا دید منتقدانه ای نداشته باشه، دید آگاهانه ای نداشته باشه. متوجه هستی؟ بس میخوام که در مورد لباس پوشیدنش، درس خوندنش، اصلا امروز نمیخواد درسشو بخونه دیگه، 8-9 سالش فرمود دیگه، از همون دیگه خودش مستقل باشه، جایی نیستش که شما باید دخالت کنید. این یه قضیه. حالا با هم دیگه برگردیم به اول ببینیم که در گذشته چه اتفاقی افتاده. وقتی که اون در مرحله ای بوده که میخواستی اون رو از پوشک بگیری یا در اواخر دورانی بوده که میخواستی از پوشک بگیری، چگونه با اون رفتار کردی؟ مثال میزنم برات. بچه مطفوع کرده، ادرار کرده، شما تازه عوضش کرده، بلا فاصله بعد از اینکه شما عوضش کردی چیکار میکنه؟ مطفوع میکنه. اونجا بهش تشر میزنی و میگه که بابا من که الان تو رو عوض کردم، کی میخواد باستو رو بشوره؟ ای وای مثلا پوشکت رو چقدر پولش رو دادم، کلی هزینه کردم، بازم که کثیف کردی. اینجا بچه از اینکه میبینه که مامانش داره حرص میخوره
ناراحته بابت این قضیه چیکار میکنه؟ به خودش میگه تو باید اینو نگه داری، مدفوع کردن کار خوبی نیست. و از اون لحظه به بعد عادت میکنه که مدفوع خودش رو حفظ کنه. پس یه قضیه هست که به الانش برمیگرده، میخواد با شما اون نگفتن رو تمرین کنه، استقلالش رو بتونه نشون بده در این شرایط. یه جا هم شاید برمیگرده به گذشتش که میخوام که برای من توضیح بدی چگونه با اون رفتار میکردی وقتی که تو سنین حالا یک تا دو سالگی بوده. بله دقیقا نکته خوب راجع کردیم. جمعه من هم اطلاع بده که وقتی که گوشک شد عوض میکردم لباس رو هم عوض میکردم، بعد متوجه میشدم که دوباره این کار رو انجام داده. بعد بهش میگفتم خب چرا یه دفعه این کار رو انجام نمیدی؟ خب حالا من متوجه آسیبایی که دارم بهش میزنم نبودم که 100% وقتی من دارم بهش اینطوری میگم، اون حالا اون لحظه خب بچه بوده، اختیارش رو نداشته، اختیار ادرارش رو نداشته. یعنی تا مثانه پر میشه هنوز اون تکامله صورت نگرفته که بتونه خودش به صورت ارادی چیکار بکنه، مدفوع یا ادرار خودش رو نگه داره. دست خودش نبود، این اتفاق می افتاده، ولی شما از اون انتظار داشتی که باید بتونه کنترل کنه. بله، به خاطر زحمتی که برام نسبت به عوض کردن گوشکش، هزینه‌اش و نسبت به اینکه الان دوباره باید من کارا رو از اول دوباره انجام بدم و وقتم گرفته میشه، و به خاطر اینها باعث میشه که من بچه رو حالا شاید خیلی هم خیلی با ملایمت بوده ولی سرزنشه بوده برش، که به خاطر باعث شده که این عواقب رو داشته باشه. و الان چی؟ الان مثلا توصیه هایی که میخواد بره رشوی چه مراحلی رو باید طی بکنه؟ آیا یه رسوماتی یا یه مراحلی باید طی بشه تو دستشوی؟ یه باید پاتو اینطوری بذار، شلوارتو بکش بالا، اون کفشو بپوش، اینطوری خودتو بشور. یعنی بچه وقتی که میره دستشویی یه سری دستورات رو مادر از پیش بهش گفته، باید طبق اونا پیش بره تا مادر ازش راضی باشه. آیا این اتفاق هم میفته؟ چی میگی بهش؟ این اتفاق میفته و من هر شب بهش یادآوری میکنم که الان داری دستشویی، یادت باشه پاتو آب بکشی، دور و برات رو تمیز کنی. وقتی من دستشویی رو نگاه کردم دستشویی منظم و تمیز باشه. و اگه این کارا رو نکنه بره دستشویی، شما چیکار میکنی؟ دوباره تمیز کردی یا در بزرگ باشو بیا تمیز کن. پس اون ترجیح میده که یه به تعویق بندازه این ادرار کردن یا بیشتر اون مدفوع کردنش رو. پس باید یه مقدار سختگیری ها در این خصوص کمتر بشه، حالت تشویق داشته باشه تا بتونی حالا نه فقط توی مدفوع کردن، تو مراحل دیگه بچه نخواد دائم شما کلکل بکنه و یه حسی بکنه که یکی هست که دائم من رو کنترل میکنه، بترسه از انجام یه سری کارها، چون بعدش مجازات مادر یا تنبیه و دعوا کردن درش وجود داره. ممنون از شما که این مسئله رو با ما به اشتراک گذاشتید و اجازه دادید که صداتون رو ضبط بکنید. مرسی، تشکر. ممنون.